بسم الله الرحمن الرحیم. بچه های از ریاضی تجربه بحث شمارش بودیم. سه مفهوم ساده رو باز یادآوری کنم، بعد بریم با هم مسئله حل کنیم. فاکتوریال و تبدیل و ترکیب. به ما میگن 7 فاکتوریال یعنی چی؟ 7 فاکتوریال یعنی 7 ضرب داره 6 ضرب داره 5 ضرب داره 4 ضرب داره 3 ضرب داره 2 ضرب داره 1. این عدد رو در هم ضرب میکنید تا ببینید به چی میرسید. 5040 میرسید. درسته؟ 4 فاکتوریال یعنی 4 ضرب داره 3 ضرب داره 2 ضرب داره 1 که میشه 24. چیز سختی نیست. یادمون باشه فقط 1 فاکتوریال میشه 1، صفر فاکتوریال هم میشه 1. این در مورد فاکتوریال چیز خاصی نداره. یادمون هم باشه مثلا فرض کنید که 9 فاکتوریال میتونیم بنویسیم 9 ضرب داره 8 فاکتوریال. n فاکتوریال رو میتونیم بنویسیم n ضرب داره n منهای 1 فاکتوریال. اینا تبدیل و ترکیب رو دقت کنید، مفهومش رو خوب یاد بگیرید. تبدیل یعنی انتخابی که ترتیب انتخاب مهم باشه. ترکیب انتخابی که ترتیب انتخاب مهم نباشه. یه مثال بزنم تا این برای شما جا بیفته. ببینید 10 نفر داخل کلاسه، 3 نفر انتخاب بکنم، به نفر اول 100,000 تومان جایزه بدم، انتخاب 3 نفر از بین 10 نفر. نفر اول جایزه 100,000 تومانه، نفر دوم جایزه 60,000 تومانی، نفر سوم جایزه 40,000 تومانی. مثلا فرض کنید که اینا انتخاب شدن: علی، احمد، سجاد. حالا اینا جا به جا بشن، مثلا اگر احمد اول باشه بعد سجاد باشه بعد علی باشه، فرق میکنه دیگه. مسلما علی اینجا 100,000 تومان میگیره، اینجا 40,000 تومان میگیره. اینا فرق میکنه، درسته؟ اینجا هم انتخاب شدن مهمه، کی انتخاب میشن، هم به چه ترتیب انتخاب میشن مهمه. این انتخاب بهش میگن تبدیل، درست؟ با چی هم نشون میدن؟ با پی 3/10. انتخاب 3 نفر از بین 10 نفر که ترتیب انتخاب مهم باشه، درست؟ حالا این دفعه از بین همین 10 نفر 3 نفر میخوام انتخاب بکنم، به هر کدام 50,000 تومان جایزه بدم. انتخاب 3 نفر از بین 10 نفر، 50,000 تومان. پس اینجا مهم اینه که کی انتخاب بشن. مثلا علی انتخاب بشه، احمد انتخاب بشه، سجاد انتخاب بشه. اینو جا به جا بشن هیچ فرق نمیکنه، چون اینم 50 میگیره، 50 میگیره، 50 میگیره، جا به جا بشن هیچ فرقی نمیکنه. اینجا ترتیب انتخاب مهم نیست. ترتیب انتخاب مهم نباشه اسمش میشه ترکیب. با سی نشون میدن انتخاب 3 نفر از بین 10 نفر، یا بعضی موقع 3/10 هم نشون میدن. ترتیب انتخاب مهم باشه بهش میگن تبدیل. حالا بیایم این عددا رو انتخاب
مشخص کنیم که ببینیم عدداش چی میشه. همین مسئله رو حل بکنم. نفر اول رو میخوام انتخاب کنم. نفر دوم، نفر سوم. نفر اولی که میخوام انتخاب کنم 10 تا اختیار دارم. نفر بعدی 9 تا. نفر بعدی 8 تا. پس پی 3 از 10 میشه 10 ضرب در 9 ضرب در 8. این عدد میشه. این عدد من میخوام به صورت فاکتوریال بنویسم. آقا این بخواد فاکتوریال برسه باید تا 1 پیش بره. پس این 7 ضرب در 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1 باید بنویسم. اینو خودم اومدم الکی ضرب کردم. نباید تاثیر داشته. پس به این تقسیمش هم میکنم هیچ فرقی نکنه. چون این با این میره دیگه، درسته؟ پس پی 3 از 10 شد 10 فاکتوریال تقسیم بر 7 فاکتوریال. 7 همون 10 منهای 3 یه، درسته؟ پس کلی پی آر از ان رو میخوام یاد بگیرم میشه ان فاکتوریال تقسیم بر ان منهای آر فاکتوریال. این میشه انتخاب آر نفر از بین ان نفر، که ترتیب انتخاب مهم باشه. انتخاب آر نفر از بین ان نفر که ترتیب انتخاب مهم باشه. حالا آر شای از بین ان شای هم فرقی نمی کنه. بیام اینو ببینیم که اینجا چه اتفاقی میفته. بچه این سوال با این سوال تفاوتش اینه. اینجا این سه تا 6 حالت مختلف میتونن با هم بسازن. این اینا رو بچینیم. علی احمد سجاد، مثلا دوباره علی سجاد احمد، دوباره احمد سجاد علی، احمد علی سجاد، درسته؟ سجاد علی احمد، سجاد احمد علی. 6 حالت یعنی 3 فاکتوریال، درسته؟ این 6 حالت تو اینجا یه حالت حساب میشه. هر 6 حالت یه حالت حساب میشه. پس در حقیقت C3 و 10 در حقیقت برابر میشه P3 و 10 تقسیم بر 3 فاکتوریال، درسته؟ اگر این حساب بکنیم این عدد تقسیم بر 3 فاکتوریال بکنیم میشه 10 فاکتوریال، 7 فاکتوریال، 3 فاکتوریال. کلش بکنیم C آر از N میشه N فاکتوریال، R فاکتوریال، N منهای R فاکتوریال، که با این علامت هم آر از این هم اینطوری هم نشون میدن، یاد میشه. پس این هم میشه انتخاب آر شی از بین این شی، طوری که یا به طوری که ترتیب انتخاب مهم نباشد. حالا بریم با هم دیگه مسئله حل کنیم. 2295 معادله 2x2 منهای x فاکتوریال مساوی 1 دارای چند جواب است؟ فاکتوریال برابر 1 شده، یا 0 فاکتوریال بوده یا 1 فاکتوریال بوده. پس از اینجا نتیجه میگیریم که 2x2 منهای x مساوی 0. از x هیچ فاکتور بگیرم پس x صفره یا x یه دوم. 2x2 منهای x مساوی 1، 2x2 منهای x منهای 1 مساوی 0. دلتاش حساب بکنم یا x مساوی 1 تو اینجا صد میکنه، x و 1 بذاریم صد میکنه، یه جوابش 1، ضرب ریشه هم منهای 1 دومه، پس اون یکی جوابش هم منهای 1 دوم میشه. یا میتونستیم دلتا حل کنیم، 1، 2، 3، 4، پس 4 تا جواب داره گزینه 4. بیست و دو 96
n2 منهای n فاکتوریال مساویه 48 ضرب داره 15. چند مقدار برای n وجود داره؟ 2296. n2 منهای n فاکتوریال مساویه 48 ضرب داره 15. 15 3 ضرب داره 5. درسته؟ 48 4 ضرب داره 12. پس یه 4 هم اینجا بذارم از این. درسته؟ 12 یه 2 داشته باشه، یه 6 داشته باشه. اینو اینطوری نوشتم. این 3 ضرب داره 15، 3 ضرب داره 5 15 شد. 4 ضرب داره، یه 4 شو دادم اینجا، یه 2 شم دادم اینجا. درسته؟ 12 6 هم اینجا. پس این در حقیقت 6 فاکتوریاله دیگه. درسته؟ پس n2 منهای n مساوی 6 شده. درسته؟ حالا n2 منهای n منهای 6 مساوی 0. n منهای 3 در n به اضافه 2 مساوی 0. n مساوی 3 میشه، عدد طبیعی n مساوی منفی 2. گفته عدد طبیعی، پس این قابل قبول نیست. یه دونه، گزینه یک. 2297. از تساوی دو n به اضافه یک فاکتور به روی دو n منهای یک فاکتور مساوی 72 مقدار n کدام است؟ دو n به اضافه یک فاکتوریل به روی دو n منهای یک فاکتوریل مساوی 72. اینو سادهش بکنم میشه دو n به اضافه یک در دو n در دو n منهای یک فاکتوریل تقسیم بر دو n منهای یک فاکتوریل. این با این میره، این شده 72. درسته؟ 8 ضرب داره 9، پس دو n در دو n به اضافه یک شده 72. 8 9 تا 72 تا، پس دو n میشه 8، n میشه 4. گزینه 2. بچه اینجا دقت کن، یه مثال عددی مثلا بزنم میشه 13 فاکتور برو 11 فاکتور. 13 میتونم بنویسم 13 ضرب در 12 ضرب در 11 فاکتور. با این 11 فاکتور این میره 13 ضرب در 12 میمونه. 2298 ببینیم چی داره میگه. جواب معادله 3 در پی 3 از 2n مساوی 14 در پی 2 از n کدام هست؟ این معادله رو میخوایم حل بکنیم. 3 پی 3 از 2n 14 پی 2 از n. این 3 ضرب جای خودش، این میشه 2n فاکتوریال 2n منهای 3 فاکتوریال مساوی شده به 14 در n فاکتوریال n منهای 2 فاکتوریال. این معادله رو میخوام حل بکنم. اینو می نویسم 2n دو n منهای یک، دو n منهای دو، دو n منهای سه فاکتوریل با دو n منهای سه فاکتوریل. این با این ساده میشه. میشه 14 n در n منهای یک در n منهای دو فاکتوریل بروی n منهای دو فاکتوریل. اینم با این میره. درسته؟ حالا اینجا نگاه بکنید. یه دو از اینجا فاکتور بدین، این دو سه ضرب داره دو، یه دو هم از اینجا بکشم بیرون، بعد چی مونده؟ مخرج که یک. اینجا یه n مونده، یه دو n منهای یک مونده، یه n منهای یک مونده. از اینجا دو فاکتور بگیرم n منهای یک مساوی شده با
چهارده در این در این من هایی درست حالا یه حالت تساوی که اتفاق میفته این مساوی یکه این مساوی یک جواب چیز نیست چون انتخاب دو از یک بیمعنیه یه نفر تو کلاس هست به من بگن که دو نفر بفرست بیرون میخوان جوک بگن دین هم یه جور جوکه درسته پس این مساوی یک نیست این با این ساده میشه این این هم با این ساده میشه درسته میشه دوازده در دو این منهای یک شده چهارده طبیعیه که چنین چیزی امکان پذیر نیست دو این منهای یک مساوی میشه چهارده دوازده هم اصلا عدد طبیعی با این برابر نمیشه پس دستگاه جواب ندارد گزینه چهار بیست و سه دو صفر چند عدد شش رقمی با ارقام یک دو 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 سه سه می توان نوشت بیست و دو بیست و سه دو صفر ببخشید بیست و سه دو صفر اینا رو میخوایم در حقیقت بچینیم دیگه یک دو 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 سه سه ببینید شش تا جا داریم شش تا جا داریم اینا رو میخوایم بچینیم درسته بچه ها الان سه تا جا انتخاب میکنم دو ها رو میذارم ترتیب انتخابم مهم نیست سه تا جا انتخاب میکنم دو میذارم پس از این شش تا جا سه تا جا انتخاب میکنم انتخاب سه از شش و یعنی ضرب مثلا اینجا دو گذاشتم اینجا دو گذاشتم اینجا دو گذاشتم دو تا جا انتخاب میکنم سه رو میذارم دو تا از این سه تا مثلا سه رو اینجا گذاشتم و اینجا گذاشتم خود به خود دیگه یکم اینجا قرار میگیره دیگه جایی براش نمیمونه که پس این میشه جواب این تست حالا این عددش ساده بکنم میشه 6 فاکتوریال 3 فاکتوریال 3 فاکتوریال ضرب داره 3 فاکتوریال 2 فاکتوریال 1 فاکتوریال درسته این 3 فاکتوریال با این بره اینو ساده بکنم میشه 6 ضرب داره 5 ضرب داره 4 ضرب داره 3 فاکتوریال 3 فاکتوریال اینم که 1 دومه درسته حالا این 3 فاکتوریال با این بره اینم با این بشه 2 درسته 6 5 تا 3 ضرب داره 2 میشه 60 جواب میشه گزینه 4 یه جور دیگه هم با این موضوع میتونستم برخورد بکنم دقت بکنید من اینا رو اول بیام متفاوتش بکنم یعنی اینطوری بکنم دو اندیس یک دو اندیس دو دو اندیس سه سه اندیس یک سه اندیس دو متفاوتش کردم درسته؟ حالا که متفاوت کردم بیام اینا رو مرتب بکنم یک دو سه چهار پنج این شش تا جا یکی از این عدده رو برمیدارم میذارم اینجا 6 5 4 3 2 1 تا اینجا شد 6 فاکتوریال بچه ها دقت بکنید این ترتیب 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 1 این با این فرقی دارن وقت‌اندیس هست ولی این یه دونه مثلا یک سه دو 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 سه دو یک یک سه دو 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 سه دو یک سه یک اینم با این فرق داره دیگه درست اینا با هم فرق داره همینطور دو تا دو تا میتونم این 120 رو بنویسم بچه یه لحظه من این اندیس رو پاک بکنم چه اتفاق میفته این دو تا یکی میشن اندیس های سه ها رو پاک بکنم
این دوتا هم یکی میشن. پس اندیسایز را که پاک بکنم تمام مدلایی که میتونست هر دوتا دوتا یکی میشه، یعنی این تقسیم بر دو باید باشه، این منظور دو فاکتوریال. درسته. حالا بیام اندیسایز دو را پاک بکنم. اندیسایز دو را پاک بکنم، بچه نگاه بکنید، من یه تعدادی مینویسم، یک سه سه، دو یک دو 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 سه، دو یک دو سه دو یک، دو 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 سه دو یک، دو 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 یک دو سه، دو سه دو یک دو دو، دو سه دو 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 یک. اینجا هم یک سه سه، یک سه سه، یک سه سه، یک سه سه، یک سه سه. الان این شیشتا متفاوتن، ولی وقتی این اندیسا رو پاک بکنم این شیشتا فرقی ندارن، پس این شیشتا یکی میشن. درسته؟ پس این تقسیم بره این شیشتا از کجا اومد؟ این سه تا شیط دو یک دو 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 سه، سه فاکتور حالت میتونستن داشته باشن که این همیشه این شیشتا یکی میشن، شیشتای پایینی یکی میشن، شیشتای بعدی یکی میشن، این تقسیم بره سه فاکتور هم باید بشه. درسته؟ این عدد 6 ضرب داره 5 ضرب داره 4 ضرب داره 3 فاکتوریال تقسیم بر 2 ضرب داره 3 فاکتوریال، این با این میره، اینم با این میشه 2 میشه 60. درسته؟ پس بچه ها اینجا یه چیز رو یاد بگیریم، مثلا چند تا شی داشته باشیم، 4 تا A داشته باشیم، 3 تا B داشته باشیم، 6 تا C داشته باشیم، 2 تا D داشته باشیم. اینا رو میخوایم بچینیم، اول اندیس میدیم متفاوتش میکنیم. هشتا اینم هفتا پونزده فاکتوریال. اندیس ها اینو پاک بکنیم تغییر نمیکنه، چهار فاکتوریال. اندیس ها اینو پاک بکنیم هر سه فاکتوریال این هم میشن، تقسیم برای این میشه. اندیس های این هر شش فاکتوریال این هم میشن، اندیس های این هر دو فاکتوریال. پس راحت میتونیم هر تعداد تکرار داشته باشیم اینطوری حساب بکنیم. 23.01 با عدد 2 2 2 0 0 1 4 3 چند عدد 8 رقمی میتوان نوشت؟ عدد هم چی هستند؟ 2 2 2 0 0 1 4. درسته. میخوام عدد 8 رقم باز دو جور با این برخورد میکنم. این عدد 8 رقم، اول صفر رو بذارم چون محدودیت دارم اینجا نمیتونم بذارم. از این 7 تا جا دو جا انتخاب بکنم صفر رو بذارم. انتخاب 2 از 7، مثلا صفر اینجا گذاشتم و اینجا گذاشتم. درسته. بعد دعا را تکلیفش باید مشخص بکنم. از این 6 تا جا 3 تا جا انتخاب بکنم، انتخاب 3 از 6. مثلا اینجا رو 2 گذاشتم، اینجا رو 2 گذاشتم، اینجا رو 2 گذاشتم. درست. حالا 1 رو میخوام انتخاب بکنم. 1 2 3. 1 جاش میشه 3 تا اختیار داره. 2 4 جاش 2 تا اختیار داره، 3 جاش 1 دونه. اینو باید حساب بکنم. درست. این میشه 7 فاکتوریال، 2 فاکتوریال، 5 فاکتوریال. ضرب داره 6 فاکتوریال، 3 فاکتوریال، 3 فاکتوریال ضرب داره 3 فاکتوریال. درسته. حالا این 3 فاکتوریال با این بره، این میشه 7 ضرب داره 6 ضرب داره 5 فاکتوریال تقسیم بر 2 فاکتوریال، 5 فاکتوریال ضرب داره 6 فاکتوریال تقسیم بر 3 فاکتوریال. این 5 فاکتوریال با این میره، 6 فاکتوریال 3 فاکتوریال همون 3 با این میره، میشه اگه صورت حساب 7 ضرب داره 6 فاکتوریال میشه 7 فاکتوریال تقسیم بر 2 فاکتوریال. 7 فاکتوریال تقسیم بر 2 فاکتوریال گزینه 2 میشه. یه جور دیگه اینو حل بکنیم. اندیس میدم
روش دوم. اندیس بودم یک دو سه یک دو. اینجا اجازه ندارم صفر استفاده کنم. پس اینجا 6 تا اختیار دارم. بعد 7 تا 6 تا 5 تا 4 تا 3 تا 2 تا 1. پس میشه 6 ضرب در 7 فاکتوریال. درست. حالا اندیسای صفر رو پاک بکنم تقسیم بر 2 فاکتوریال باید بشه. اندیسای 2 رو پاک بکنم تقسیم بر سه فاکتوریل باید میشه. سه فاکتوریل همون شیشه، با این ساده میشه میره، میشه 7 فاکتوریل تقسیم بر 2 فاکتوریل، همون گزینه 2. بیست و سه صفر دو با ارقام 1 1 2 3 4 4 چند عدد 6 رقمی میتوان نوشت به طوری که دو رقم 2 و 3 کنار هم باشه. بیست و سه صفر دو 1 1 4 4 2 3 پس در 2 و 3 کنار هم، این 2 و 3 کنار هم، درسته؟ حالا پس در حقیقت یعنی 5 تا جا دارم دیگه، درسته؟ متفاوتش کنم، اندیس بدم 1 2 1 2 این 5 تا رو بخوام بچینم میشه 5 فاکتوریال. 2 و 3 میتونه باشه، 3 و 2 میتونه باشه، یه ضرب در 1 و 2 به خاطر جای این. اندیس های 1 رو پاک بکنم تقسیم بر 2 فاکتوریال، اندیس های 4 رو تقسیم بر 2 فاکتوریال، این 2 فاکتوریال با این میره، 120 تقسیم بر 2 میشه 60. 60 کدوم گزینه میشه؟ گزینه 1. حالا یه جور دیگه هم میتونستم حل بکنم. در حقیقت این 5 تا جا، 2 تاش انتخاب میکنم 1 میذارم، انتخاب 2 از 5. مثلا اینجا 1 گذاشتم، اینجا 1 گذاشتم. 2 تا انتخاب میکنم 4 میذارم، 2 از 3. مثلا اینجا 4 گذاشتم، اینجا 4 گذاشتم. اینجا هم خود به خود 2 و 3 رو باید بذارم دیگه، درسته؟ 2 و 3 میتونه 2 و 3 باشه، میتونه 3 و 2 باشه، یه ضرب در 2. 2 از 5 میشه 10، 2 از 3 میشه 3، این هم که 2 میشه 60، همون گزینه 1 میشه. بیست و سه صفر چهار، 4 تا 3 داریم، 4 تا 0 داریم، چند عدد 8 رقمی زوج میتوان نوشت؟ 23 0 4 3 0 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
این هشت رقمی گفته زوجه، پس این صفر یکی باید اینجا بید. درست؟ این صفر جاش مشخص شد. سه تا صفر دارم، اونو بذارم. یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا. اینجا صفر نمیدونم. از این شش تا جا یه سه تا صفر بذارم. انتخاب سه از شش. مثلا اینو صفر گذاشتم. اینم صفر گذاشتم، اینم صفر گذاشتم. درست شد؟ حالا بقیه هم باید چه باشن؟ بقیه هم باید سه باشن دیگه. تموم شد. اینجا باید سه باشه، سه باشه، سه باشه، سه باشه. درسته؟ پس میشه 6 فاکتوریال، 3 فاکتوریال، 3 فاکتوریال. میشه 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3 فاکتوریال، 3 فاکتوریال، 3 فاکتوریال. یه زنگ با این میره، این هم که 6 با این میره میشه 20. 23 0 4 گزینه 4.
یه جور دیگه هم میتونستیم حل بکنیم. اندیس بدم اینا رو. اندیس بدم متفاوتش بکنم. اولا یکی از این چهارتا رو برمیدارم میذارم اینجا تا زوج باشه. یکی از این ستا رو برمیدارم میذارم اینجا تا اینجا صفر نباید باشه دیگه. بقیه رو میخوام بچینم. میشه 6 5 4 3 2 1. پس 4 ضرب داره 6 فاکتوری ضرب داره 4 تقسیم برم. اندیس صفر رو پاک بکنم میشه 4 فاکتوریل. اندیس سه رو پاک بکنم میشه 4 فاکتوری. این عدد رو میخوام ساده بکنم. 4 ضرب داره 6 ضرب داره 5 ضرب داره 4 ضرب داره 3 فاکتوری ضرب داره 4 تقسیم بره 4 فاکتوری ضرب داره 4 فاکتوری. 3 فاکتوری ضرب داره 4 میشه 4 فاکتوری. این با این بره 4 فاکتوری میشه 24. 6 4 تا 24 اینم با این بره میشه 20. 23 06. حروف کلمه ارنست رو به چند طریق میتونن در کنار هم قرار داد به طوری که حرف N همواره در وسط قرار بگیره. اینا رو میخوایم بچینیم. 7 حرف. N وسط. این N وسط. بچه ها ای ها تکراری هست. اینو E1 بگیرم. اینو E2 بگیرم. بیام بچینم. اینجا 6 تا 5 تا 4 تا 3 تا 2 تا 1. پس میشه 6 فاکتوریه. اندیس های ای ها پاک بکنم یه تقسیم بر 2 یم میشه. 6 فاکتوریه میشه 720. تقسیم بر 2 میشه 360. گزینه 4. میتونستیم یه جور دیگه هم حل بکنیم. باز همینطوری میشه. اینجا N رو گذاشتم. دو تا جا انتخاب میکنم از این 6 تا. 2 از 6 ای رو میذارم. مثلا اینجا گذاشتم اینجا. درسته؟ قبول. بعدش یعنی ای رفت. N هم رفت. یکی. دو تا. سه تا. اینجا 4 تا اختیار دارم. 3 تا. 2 تا. 1. ضرب داره 4 فاکتوری. درسته؟ 2 از 6 میشه 6 ضرب داره 5 تقسیم بر 2. درسته؟ 4 فاکتوری میشه 24. این با این میشه 12. درسته؟ 6 ضرب داره 5 ضرب داره 12. اینو یه 3 شو بذارم کنار. میشه 2 ضرب داره 5 میشه 10. 3 ضرب داره 12 میشه 36. میشه 360. تعداد جایگشت‌های حروف کلمه سلامت در صورتی که با حرف ا شروع می‌شوند کدام هست؟ ۲۳۰۸ کلمه سلامت. یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت حرف. هفت حرفی می‌خوایم. گفته اولی ایه، پس این تکلیف این ایه. یکی از این ایه رفت. بقیه رو میخوام بچینم. حرف تکراری دوتا دارم. ای اندیس بذارم. 1 2 3 4 5 6. 6 ضرب داره 5 ضرب داره 4 ضرب داره 3 ضرب داره 2 ضرب داره 1. اندیس ها رو پاک بکنم یه تقسیم بر 2 داره. این با این میره میشه 360. یا اینطوری بریم، یا این مدلی بریم که این دوتا ای را از این 6 تا 2 دوتا جا ای بذاریم. اینجا نگاه کنید. اینجا بینستیم 1 2 3 4 5 6. این ای اینجا رفت. 1 2 3 4 5 6. از این 6 تا جا دوتا انتخاب بکنم ای بذارم. مثلا اینجا ای گذاشتم، اینجا هم ای گذاشتم. ای همون رفت. چی هموند؟ اس موند، ال موند، ام موند، تی موند. درسته؟ 4 تا، 3 تا،
دو تا یک میشه 4 فاکتوریال. 4 فاکتوریال میشه 2 از 6 میشه 15 ضرب در 24. 15 ضرب در 24 هم که میشه 360. ۲۳ به چند طریق میتونم 5 نفر را دور یک میز نشاند؟ منظور میز گرده. بچه دقت بکنید، این میز گرد باشه 5 نفر دورش باشن، یا اینکه نه یه ردیف 5 نفر باشن، 5 تا صندلی باشه. بچه تو گرد یا ردیفی با هم چه تفاوت دارن؟ تو ردیفی این صندلی با این صندلی با این صندلی ذاتاً جایگاهان فرق میکنن. وقتی که مثلا اینجا باشم دست راستم هیچ کس نیست، دست چپم 4 تاست. بعد که اینجا باشم دست راستم یکی هست، دست چپم 3 تا هست. بعد که اینجا باشم دست راستم 2 تاست، دست چپم. پس ببینید این جاها ذاتاً فرقه. ولی اینجا باشم دست راست چپم فرق میکنه. اینجا باشم دست راست چپم فرق میکنه. تا یک نفر ننشسته این صندلی‌ها با هم هیچ فرقی ندارن. ولی تو این حالت با هم فرق دارن. پس اگه من 5 نفر رو بگم برید اینجا بشینید، نفر اول 5 تا اختیار داره چون فرق داره، نفر دوم 4 تا، 3 تا، 2 تا، 1. تو این حالت میشه 5. اما اینجا میخوام بفرستم نفر اول چون صندلی فرق داره یه حالت میشه. هر جا بشینه فرقی نمیکنه، پس نفر اول 1 اختیار داره. نفر اول اومد نشست، الان دیگه صندلی ارزش پیدا کنه. این دست چپ نفر اول، این دست راست نفر اول، این با چپش یه فاصله داره، این با راستش یه فاصله، پس فرق داره میکنه. نفر بعدی 4 حالت داره، نفر بعدی 3 حالت، نفر بعدی 2 حالت، نفر بعدی 1 حالت، میشه 4 فاکتوریال. پس 5 نفر دور یه میز گرد بشینن 4 فاکتوریال میشه، روی ردیف بخوان بشینن میشه 5 فاکتوریال. درست؟ این یه مدل استدلال. یه مدل دیگه استدلال نگاه بکنید. فرض کنید من اینجا چیدم، بچه نگاه کنید، A B C D E B C D E A C D E A B D E A B C E A B C D. ردیفی که نگاه میکنیم بچه، این 5 تا با هم فرق دارن. یعنی از این 5 فاکتوریال 5 تاشو من نوشتم، درسته؟ با هم چیان فرق دارن. اما دایره نگاه بکنید، A B C D، این یکی یعنی از اینجا خوندنه، همین هست، ولی به جای اینکه از اینجا بخونم از اینجا بخونم B C D A، این یکی از اینجا خوندنه. یعنی این 5 تا تو دایره هیچ فرقی ندارن. بعد که دایره یعنی به چرخیم فرقی نمیکنه، پس 5 فاکتوریال رو تقسیم بر 5 باید بکنیم، چون اینا فرقی نمیکنن دیگه. تو ردیف اینا متفاوتن، ولی تو دایره اینا چن؟ هر 5 تا 5 تا یکن. پس از ردیفی بخوایم به دایره برسیم، اول ردیفی میچینیم، 10 تا شی رو ردیفی میچینیم، میشه 10 فاکتوریال. اما به چرخونیم تغییری نمیکنه تو دایره، تقسیم بر 10 میشه. 23-11 به چند طریق 6 نفر میتونن دور میز بشینن، منظور میز گرده، به طوری که همواره 2 نفر مشخص در کنار هم نباشن. A و B و C و D و E و F، این 2 نفر نمیخوان کنار هم بشینن. پس اول این 4 نفر رو دور یه میز گرد مینشونیم، میشه 4 فاکتوریال ردیفی، به چرخونیم فرمون 4. مثلا اینجا A نشسته، اینجا B، اینجا C، اینجا D.
درسته؟ ببخشید. سی و دی ای و اف. درست. حالا ای و بی باید بشینن. اینجا ها میتونن ای و بی بشینن. به ای میگیم برو بشین. یکی از این چهار جا رو میاد انتخاب بکنه. مثلا ای میاد اینجا. پس اختیارش چهار تا بود. بعد به بی میگیم برو بشین. یکی از این سه تا جا رو انتخاب بکنه. درست. این چهار با این میره. میشه 24 ضرب در 3. میشه 72. گزینه 4. سه دوازده ببینیم چی میگه. سه زوج به چند طریق میتوانند دور یک میز گرد بنشینند به طوری که هر زوج روبروی هم قرار بگیرند. آ یک آ دو، بی یک بی دو، سی یک سی دو. اولین بار به آ یک میگیم برو بشین، چون اولین نفر میره میشینه گردم از هیچ فرقی با هم دیگه ندارم. پس آیک یه اختیار بیشتر نداره. یک. اینجا آیک نشست. آیک نشست تکلیف زوجش مشخص. روبروش اینجا باید آدو بشین، اختیار نداره. درسته؟ بعد به بی یک میگیم برو بشین. بی یک وقتی میخواد بره بشینه چهار تا جا با هم فرق دارن. چهار تا اختیار داره. مثلا بی یک اومد اینجا نشست. بی دو دیگه اختیار نداره. روبروی این باید بشینه. سی یک بریم بگیم برو بشین. دو تا جا اختیار داره. سی یک اینجا نشست. سی دو دیگه مجبورن اینجا میشینه دیگه. پس میشه 8. گزینه 2.